حکومت تاجیکستان با شرکت چینی کریسو ریسورسز لیمیتد و جمعیت دارای مسئولیتش محدود پکرود سازشنامه آیدی استخراج کانی پکرود که واقع در حدودهای قمر تیلایی تیانشان بوده از کشورهای تاجیکستان، قرغیزستان و از غرب چین میگذارد به امضا رساندند. به شرکت چینی لیسنسیه آیدی کارکرد سنگهای قیمت بها و تیلا تا سال 2030 سپاریده شد. غیر از این در دوشنبه بین شرکت چینی و رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان فضل الدین قهارزاده سازشنامه مناسب به امضا رسید. باید یاد رس کرد که امروز از نصف زیاد استخراج کانهای تیلای تاجیکستان در اختیار شرکت های اجنبی می باشد. این چنین باید قید کردن ضرور است که دین اسلام حیات انسان را با نظام اقتصاد به ترتیب درآورده است و احکام های شریعت آید کندنی های فایدناک می فرماید که آنها مالکیت عمومی بوده حتی حاکم قانونی حقی از خود کردن و طبق خواهش خود صرف کردن را ندارد. قانون زیرین از سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته شده است. مسلمانان در سه چیز آب، چراگاه و آتش شریکند. روایت ابو داود. غیر از این اسلام حکمرانی مبلغ گذاران اجنبی را در زمین های مسلمانان منع کرده است. مثلا در لایحه دستور اسلامی که از جانب یک حرکت اسلامی بین الخلقی تهیه شده است در باب نظام اقتصادی گفته می شود. ماده 165 به مملکت درآوردن مبلغ های اجنبی و سرمایه گذاری کردن آنها این چنین به اجنبی امتیاز دادن منع کرده می شود.